سلام و شب و روزتون خوش، فائز هستم به مستر بازیساز، خوش اومدین. چند وقت پیش من یه بازی رو امتحان کردم به اسم The Company Man که به فارسیش میشه یه چیزی تو مایه های کارمند شرکت. این یه بازی دو بعدیه با دوربین ساید سکرولر یا پیماینده از کنار، ساخته یه تیم مستقل از کشور مالزی. کاراکتر بازیکن یه کارمنده به اسم جیم که تازه توی شرکت شروع به کار کرده. کل آرزو و هدف جیم تو زندگی اینه که ترقی کنه و مدیر عامل این شرکت بشه. برای این کار جیم باید در یه حالت نیمه سمبولیک با کارمنده و رئیس بخش‌های مختلف بجنگه، اونا رو شکست بده و از نردبان ترقی یا تو این بازی با آسانسور ترقی بالا بره. سازنده‌ها تلاش کردن که همه چیز این بازی یه تم کارمندی داشته باشه. مثلا اصلی اصلی جیم یه کیبورده که مثل شمشیر ازش استفاده میکنه، از دور به دشمنا ایمیل شلیک میکنه، محل‌های استراحت و به اصطلاح چک پوینت‌های بازی هم دم یه قهوه ساز هستن و انیمیشن مردن جیم هم مثل جمع کردن جلو پلاسش و اخراج شدنشه. در طول بازی با محیط‌ها و شخصیت‌های مختلف و رنگ و رنگی برخورد میکنیم. این یکی از دشمنای اولای بازیه که به وضوح از شخصیت دوایت شروت از نسخه آمریکایی سریال دی آفیس الهام گرفته. از یه نظر بازی خیلی سعی میکنه که جو سبکی داشته باشه و همه چیزو به شوخی و خنده برگزار کنه، اما یه نظر دیگه اوکی. یکی از منوهای اول بازی کارمندایی هستن که دارن خودکشی میکنن. تو بک‌گراند بعضی مراحل کارمندا رو مثل یه مشت زندانی تو سلولاشون به تصویر کشیدن. اواسط بازی معلوم میشه دلیل اینکه جیم میخواد مدیر عامل بشه اینه که وقتی بچه بوده مادرش به خاطر یه مدیر عامل از پدرش جدا شده و جیم یه جورایی خیال میکنه که اگه مدیر عامل بشه مادرش برمیگرده. آره خیلی دارک شد نه؟ تون بازی یه جورایی نمیتونه تصمیم بگیره که میخواد خنده‌دار و کارتونی باشه یا تلخ و تاریک. قاعدتاً از یه تیم مستقل و آماتور نباید انتظارات عجیب و غریبی داشت. حداقل اینا بازیشون رو صرفاً برای آزار دادن مردم نساختن. قابل توجه بعضیا. با این حال من بعد از 2-3 ساعت بازی کردن ولش کردم و هیچ وقت تمومش نکردم. متاسفانه The Company Man مثال بد مپس امروز ماست. اما چرا؟ با اینکه من شک ندارم سازنده های این بازی با عشق و جون و دل کار کردن، بیشتر مراحل بازی یه جورای خالی‌ان. همونطور که دارید میبینید تو بیشتر مراحل این بازی قسمت‌های خیلی طولانی وجود داره که بازیکن فقط باید حرکت کنه و یه مقدار بپره و یه سری دشمن‌های خیلی راحت و قابل چشم‌پوشی رو هم از سر راه برداره. با اینکه نکات داستانی که بهشون اشاره کردم تو بازی وجود دارن، ولی خیلی دیر به دیر بهشون میرسیم و به نظر من ارزششو نداشتن. خلاصه در عمل تمام مدت من داشتم احساس می‌کردم که هیچ کار خاصی نمی‌کنم. حوصله‌ام سر رفته و دارم سریع‌تر پیش می‌رم تا ببینم کی بازی قراره خوب بشه. و خب متاسفانه هیچ وقت نشد. در تئوری و روی کاغذ بیشتر بازی‌های خوب دو بعدی ساید سکرولر هم همین ویژگی‌ها رو دارن دیگه. یه مقدار پریدن یا پلتفرمینگ و یه مقدار دشمن زدن و از پس مانع‌های مختلف گذشتن. ولی چجوریه که همین ویژگی‌ها با المان‌ها توی بازی مثل این جواب نمیده، اما توی بازی مثل سلست یا ریمن لجندز یا هالو نایت جواب میده؟ چه چیزی تو طراحی مراحل اون بازی‌ها هست که تو این بازی نیست؟ شاید من و شما به صورت غریزی جواب بدیم خب معلومه دیگه، این بازی زیادی راحته. و منم قبول دارم اگه این بازی سخت‌تر بود احتمال اینکه جذاب‌تر باشه باز براش بیشتر می بود. اما بازی‌های زیادی هستن که خیلی چالش برانگیز نیستن ولی لذت بخش هستن. من بی خودی ریمن لجندز رو قاطی بازیایی که نامی بردم مطرح نکردم. بیشتر مراحل اون بازی هم خیلی سخت نیستن و حتی یکی از محبوب ترین مراحل اون بازی هم اینه. تقریبا هیچ چالشی تو این مرحله از بازی وجود نداره، ولی خیلی باحاله. چرا؟ خب چون توش دارن آهنگ میزنن و میخونن و بازیکنم باید به ریتم آهنگ تو شرکت کنه. اوکی؟ خیلی هم خوب. پس بازی برای خوب بودن یا باید سخت باشه یا باید رنگ بگیره و نینای نینای کنه؟ نه، معلومه که نه. خب پس چی؟ بالاخره چی باید تو بازی باشه تا بازیکن‌ها واقعا ازش لذت ببرن؟ تو ویدیوی تحلیل بازی جدید سری زلدا یه جایی همون اولا در جواب به بعضی از انتقادات مسخره تری که از بازی دیدم، مثل اینکه بازی زیادی آزادی به بازیکن میده یا اینکه به اندازه کافی به باستان شناسی دنیای عهد عتیق بازی پرداخته نشده، اینو گفتم. یعنی اینا واقعا چیزاییه که شما توی بازی دنبالش میگردین؟ هر کس دنبال یه سری پارامترها توی بازی میگرده تا ازش لذت ببره، اما دیگران ممکنه اون پارامترها رو دوست داشته باشن یا ازشون متنفر باشن و یا اصلا هیچ اهمیتی براشون نداشته باشه. اون صحبت‌ها قاعدتاً هنوزم درست هستن. من هنوزم اعتقاد دارم که از نظر منطقی نمیشه اثبات کرد که بازی خوبه یا بده.
چون خوب یا بد بودن یه بازی یعنی آیا اون بازی لذت بخشه یا نیست و کل مفهوم لذت بخش بودن منطقی نیست، احساسی و سلیقه‌ایه. اینکه یه آدم از یه بازی لذت ببره هم به خود آدمش بستگی داره، هم به شرایط و حال و هوای اون روز و اون بنده خدا. یعنی یه آدم توی دوره‌ای با یه بازی حال میکنه، بعد همون آدم یه زمان دیگه با همون بازی دیگه حال نمیکنه، یا برعکس قبلا حال نمیکرده و الان حال میکنه. بنابراین چیزی به عنوان بازی لذت بخش یا حوصله سربر مطلق وجود نداره. این هم سلیقه‌ایه، هم تاریخ مصرف داره. اما دونستن این موضوع از نقطه نظر یه بازی ساز به ما هیچ کمکی نمیکنه. یعنی چی که بازی خوب و بد نداریم؟ پس من هرچی ساختم ساختم، انشالله که بازیکن‌ها ازش لذت ببرن؟ قاعدتاً که یوخ. ما باید بدونیم که یه بازیکن یا یه جامعه مخاطب با چی حال میکنه که بتونیم همون چیز رو براشون بسازیم. درسته که در مورد تجربه هیچ فردی نمیشه پیش بینی نیازها رو نظر کرد، ولی در مورد تجربه یه جامعه مخاطب میشه به سابقه بازی ها رجوع کرد و سعی کرد ازشون یاد گرفت. همیشه وقتی ما طراحی یه بازی رو شروع میکنیم، نقطه پایان مسیر مشخصه. اونم اینه که میخوایم بازیکنامون از تجربهشون لذت ببرن. که خب این یعنی در لایه فیزیولوژیکی و از نظر علمی میخوایم هورمونای خوب تو مغز بازیکنامون منتشر بشه. اما اینکه چه تجربه‌ای باعث میشه که تو مغز یه بازیکن یا یه جامعه مخاطب هورمون‌های خوب ترشح بشه و نه پیشاب شطور، یه جورایی کل هنر و وظیفه یه طراح بازی یا گیم دیزاینره که یه راهی پیدا کنه که بازیکن از بازی لذت ببره. در این راستا برنامه ما تو این ویدیو اینه که دنبال اون پارامترهایی بگردیم که مردم ممکنه باشون بیشتر ارتباط برقرار کنن، چون قاعدتاً با استفاده از اون پارامترها میتونیم مخاطبای بیشتری رو به بازیامون جذب کنیم. به عبارت دیگه ما دنبال انگیزه های مختلفی هستیم که بازی ها به بازیکن ها میدن. آره میدونم شما الان خیلی شوکه شدید چون تیتر و ثامنیل این ویدیو رو ندیده بودید که اصلا. چند وقت پیش من این سوال رو از خود شما پرسیدم. بعد از ویدیو زلدا تو اینستاگرام یه استوری گذاشتم و مستقیما از شما پرسیدم که انگیزه شما از بازی کردن چیه. بیایید ببینیم شماها چه جوابایی دادید. تشکر ویژه از همه کسایی که نوشتن گیم پلی و مکانیکاش خوب باشه. خیلی واقعا لطف کردید. مثل اینه که من بگم غذا چی دوست دارید بعد شما جواب بدید یه چیز خوشمزه. خب خسته نباشید واقعا. انقدر به خودتون فشار نیارید، جوونیتون هدر میشه. ایشون فرمودن مازوخیزم. ایراد جان فکر می‌کنم تو در اقلیتی، با این حال من شما رو با لیدی دیمیترسک تنها می‌ذارم. پول برای خریدنش. متشکرم پانیز، ولی من از پول خرج کردم برای خیلی از بازی‌ها پشیمونم. اوکی، تو جوابای جدی و به درد بخورتر، همونطور که انتظار میرفت، تعداد زیادی از دوستان به چالش داشتن بازی اشاره کردن. این یکی الان موده، بنابراین منطقیه که خیلی‌ها بهش اشاره بکنن. بعضی گفتن داستان خوب، این هنوز یه خورده گنگه، ولی چون کلن داستان داشتن یا نداشتن خودش سواله، باز حداقل این جواب یه چیزو میده. متفاوت بودن و تکراری نبودن چند باری مطرح شده، اینم خیلی خوبه. بعضی هم گفتن حس آزادی عمل، که من با اینم خیلی موافقم. یه چیز دیگه هم هست که چند بار بهش اشاره شده، جواب درستیه ولی من خودم اصلا نمیتونم باهاش ارتباط برقرار کنم، اونم ظاهر بازیه. منظورم این نیست که ظاهر بازی برای من هیچ اهمیتی نداره، قاعدتا داره، باید استاندارد باشه و از یه حد اقلایی برخوردار باشه، ولی برای من ظاهر یه بازی هیچ وقت انگیزه من برای تجربه کردنش نبوده. به عبارت دیگه گرافیک بازی برای من هیچ وقت دلیل انتخاب برای خریدن یا تجربه کردن اون بازی نبوده. هیچ وقت به خودم نگفتم که این بازی رو میخرم یا ادامه میدم، چون با اینکه گیم پلی نداره و داستانش دوزار نمیارزه خوشگله. خوشگل بودن یه بازی از نظر گرافیکی برای من مثل میوه پلاستیکی میمونه. آره قیافش خیلی خوبه، ولی هدف از میوه قیافه داشتن نیست. قیافش به من ویتامین نمیده. در عجیب ترین حالت، و البته منظورم دوستان نیستن که اینجا نظر دادن، دارن راجبه یه موجودات دیگه ای صحبت میکنم. میشناسم کسایی رو که حاضر نیستن اصلاً بازی های دو بعدی یا پیکسل آرتی رو تجربه کنن، چون فکر میکنن اینا دیگه قدیمیان. یا بودن کسایی که به من گفتن حاضر نیستن ماینکرافت بازی کنن، چون فکر میکنن گرافیکش زیادی پایینه. یا به عکس، کسایی که فکر میکنن یه بازی خیلی خفنه فقط به خاطر اینکه گرافیک بازی خیلی بالاست. هر دوی این برخوردها از نظر من خیلی کوتاه فکرانه هستن و به معنی کلمه قضاوت از رو ظاهر یه چیزن. خدا رو شکر که ما از این مدل آدم ها اینجا نداریم. اکثریت نظراتی که دوستان دادن خیلی هم پخت و منطقی و درست بود و من به سطح سواد شما واقعا افتخار میکنم. خیلی هم عالی. خب، قاعدتا ما اولین کسایی نیستیم که در این زمینه فکر یا حتی تحقیق کردیم. بیایید رجوع کنیم به معروف ترین نوشتاری که در زمینه انگیزه بازیکن ها از بازی که میکنن منتشر شده. ریچارد بارتل،
این آقا یه نویسنده محقق پروفسور هوش مصنوعی و بازیساز انگلیسیه. مهمترین محصول ایشون یه بازی به اسم ماد. ماد یه سرواژه است، مخفف مالتی یوزر دانجن یا سیاهچال چند کاربره. این بازی سال 1978 منتشر شده و یه بازی تکست بیسد آر پی جی یا نقش آفرینی متن نهاده. هایی که گفتی یعنی چه؟ اوکی، تو ویدیوی ژانرهای مکانیکی درباره بازی‌های سبک آر پی جی و تکست بیسد صحبت کردیم. رول پلیینگ گیمز یا به فارسی بازی‌های نقش آفرینی اکثرا وامدار بازی دانجنز اند دراگنز هستند. اینا معمولا شامل انتخاب مهارت در زمین‌های مختلف، شانس و جای یه شخصیت تخیلی نقش بازی کردن هستند. شما رو تشویق میکنم که در این زمینه بیشتر تحقیق کنید چون خیلی جالبه، ولی برای اهداف این ویدیو کافیه بدونید ماد خیلی بیشتر شبیه بازی دانجنز اند دراگنز تا مثلا دارک سولز. حالا متن نهاد یعنی چی؟ یعنی همه اتفاقات این بازی، کل ورودی‌ها و خروجی‌هاش از طریق نوشتار انجام میشه. یعنی مثلا رو صفحه می‌نویسه در مقابل شما دهنه یک غار بزرگ و تاریک قرار داره. چیکار می‌کنی؟ حالا بازیکن مثلا تایپ میکنه وارد غار شو. بازی جواب میده وارد غار شدی و بعد برات توصیف میکنه که داخل غار چه شکلیه. بعد مثلا میشه به بازی یه جهت داد و نوشت حرکت کن. حالا کاراکترمون حرکت میکنه به سمتی که گفتیم. معمولا بازیکن میتونه تایپ کنه که اطرافو نگاه کن که اون وقت بازی محیطی که کاراکترمون توش هست رو توصیف میکنه، و یا بازیکن میتونه تایپ کنه شمشیر بزن و بازی هم مینویسه خب شمشیر زدی، هیچی جلوت نبود، دستگل شدی. خلاصه هر حرکتی که بخوای کاراکترت انجام بده رو بعد تایپ کنی و نتیجه اون حرکت رو روی صفحه بخونی. تا وقتی که از کلمات کلیدی درست استفاده کنیم، بازی منظورمون رو متوجه میشه و نتیجه اون کارا رو توصیف میکنه. در غیر این صورت یه پیام میده که یعنی من نفهمیدم چی شد، یه دستور درست حسابی بده. ماد همونطوری که از اسمش هم معلومه چند نفره و آنلاینه. این بازی انقدر موفق بوده که بازیهای دیگه هم شروع میکنن ازش تقلید کردن و خلاصه سبک خودش رو به وجود میاره. نوابق اون زمان به این نتیجه رسیدن که اسم اون سبک رو هم بذارن ماد. اینجوریه که اگه جایی حالت جمع این واژه یعنی کلمه ماد رو دیدید یا شنیدید، اونجا دارن راجع به ژانر این بازی ها صحبت میکنن، نه خود این بازی. اون وقت برای اینکه خود بازی ماد 1978 رو با ژانر مادها اشتباه نگیریم، خیلی وقتا به این میگن ماد 1. تازه بارتل سال 1985 ماد 2 رو هم ساخته، ولی دیگه خدا رو شکر جوگیر نشده، سهشو نساخته. خلاصه کل درگیری با بازی‌های سبک ماد از طریق خوندن و تایپ کردنه. تو خیلی از این بازی‌ها، علل خصوص قدیمی‌تراشون، تقریبا هیچ تصویری برای اتفاقات بازی وجود نداره و همه چیز خونده و نوشته میشه. تو نسخه‌های جدیدترشون یه چیزایی مثل نقشه و یا یه سری تصاویر جدید و منظرهای کلی هم به بازی‌ها اضافه می‌کنن. با این حال، نوآوری و جذابیت اصلی ماد 1 چند نفره و آنلاین بودنشه. حالا مطمئنم شما بیننده‌های باهوش من دارید الان خودتون میپرسید که چطور ممکنه که این بازی ساخته سال 1978 آنلاین بوده باشه؟ مگه اینترنت سال 1983 به وجود نیومده؟ احسنت، چه سوال خوبی. حتما داشتید این سوال خودتون میپرسیدید دیگه، مگه نه؟ اهم، خب تماشاچیای هوشمند من، اون موقع این بازی متصل به تارنمای جهانی یا همون اینترنت خودمون نبوده، بلکه روی شبکه داخلی کامپیوترهای دانشگاه اسکس بوده، جایی که بارتل 18 ساله دانشجو بوده. دو سال بعد یعنی سال 1980 شبکه داخلی دانشگاه اسکس با آرپانت وصل میشه که یه جورایی پدر جد اینترنت مدرنه، و اینجوری بازی ماد رسما تبدیل میشه به یکی از اولین بازی‌های آنلاین دنیا، یا دقیقاً خود اولین بازی آنلاین دنیا اگه حرف ویکی‌پدیا قابل اعتماد باشه. حالا احتمالاً اون یکی سوالی که اینجا برای شما بینندگان عزیز مطرح شده اینه که ما چرا داریم الان در مورد این بازی اینقدر قدیمی صحبت میکنیم؟ خب که چی که این بازی قدیمی ترین بازی آنلاین دنیاست؟ چه ربطی و انگیزه بازی بازها از بازی کردن داره؟ آهان، چون ریچارد بارتل این روزها خیلی بیشتر از بازی باستانیش به یه چیز دیگه معروفه، به اینکه یه تحقیقی روی بازیکنهای بازی خودش انجام داده و یه مقاله‌ای منتشر کرده که توش بازیکنها رو بر اساس دلیل بازی کردنشون و یا چیزی که تو بازی بیشتر از هر چیز دیگه ازش لذت میبرن به چهار دسته تقسیم کرده. بارتل میگه بازیکنها به طور کلی میتونن با دو تا سوژه برخورد داشته باشن: دنیای یه بازی و یا بقیه یه بازیکنها. از این نقطه نظر علاقه به درگیری با هر کدوم از این دوتا عنصر رو روی یه طیف قرار میده. هر کی ترجیح بده با دنیای بازی بیشتر سر کله بزنه، جاش این سر نموداره، و هر کی ترجیح بده بیشتر با بقیه بازیکن‌ها سر کله بزنه، جاش این یکی سر نموداره. حالا نوع برخوردی که یه بازیکن با این عنصرها داره بازم میتونه دو حالت کلی داشته باشه: برخورد یا از جنس سازندگی، تعامل و همکاریه،
یا از جنس غلبه کردن، شکست دادن و رقابت کردن. برای نشون دادن این یکی مفهوم، بارتل یه محور دیگه عمود بر محور قبلی به نمودار خودش اضافه میکنه. اینجوری کل بازیکنهای دنیا بر اساس علاقه به درگیری با چیزهای مختلف یه بازی به 4 دسته تقسیم میشن. اون وقت بارتل برای هر کدوم از این دسته ها یه اسم میذاره. اسم بازیکنهایی که علاقه من به غلبه کردن به دنیای بازی هستن رو میذاره اچیور یا به دست آورنده. اسم اونایی که میخوان با دنیای بازی تعامل سازنده داشته باشن رو میذاره اکسپلورر یا مکتشف. اسم بازیکنهایی که برای تعامل یا مشارکت با بازیکنهای دیگه بازی میکنن رو میذاره سوشالایزر یا معاشرتی. و اسم کسایی که عشقشون رقابت و شکست دادن بازیکنهای دیگه است رو میذاره کیلر یا قاتل. آره میدونم، منم احساس میکنم تو انتخاب اسم این یکی یه خورده سیاه نمایی شده، ولی تو بقیه ی توصیفاتش به نظر میاد که بارتل از این دسته رفتارهای سمی زیاد دیده، بنابراین خیلی بهشون لطف نکرده. یه جورایی حق خدا وکیلی. به همچنین خیلی مهمه که بدونیم بارتل ادعا نمیکنه که هر بازیکنی فقط به یکی از این دسته ها تعلق داره و فقط میتونه یکی از این انگیزه ها رو داشته باشه، بلکه از نظرش بازیکن ها بین این 4 دسته شناورن و بسته به حال هواشون ممکنه از یه دسته به یه دسته دیگه برن. با این حال ادعا میکنه که تحقیقش نشون میده که خیلی از بازیکنها یکی از این انگیزه ها رو بیشتر از بقیه احساس میکنن و فقط در شرایط خاصی سبک بازیشون رو عوض میکنن، حالا چه ارادی چه غیر ارادی. خلاصه این 4 دسته به تکسونومی بارتل یا طبقه بندی بارتل معروف هستن. یه دانش آموز علم بازی هر جا سر بگردونه 100 تا مقاله تو 1000 تا وبسایت و مجله و کوفت و زهرمار درباره این 4 دسته میبینه و من یه جورایی از این طبقه بندی متنفرم. به چند دلیل. در درجه اول اگه مقاله خود این بشر رو بخونیم، جواب این که این استنتاجات از کجا اومده اینه که این به اصطلاح تحقیق خلاصه و چکیده بحثیه که در سالهای 89 و 90 میلادی بین یه سری از بازیکنهای رد بالای بازی اتفاق افتاده. اینا تو خود بازی و فرمای مربوطه بهش با همدیگه سر این که بازیکنها از چه چیزی بیشتر لذت میبرن بحث میکردن و این جناب بارتل هم به عنوان ادمینشون این اطلاعات رو جمع و ضبط کرده و بعداً منتشر کرده. بنابراین این یه تحقیق میدانی بر اساس یه چیزی مثل نظرسنجی و این چیزا نیست. تازه این اول کاره. از این هم زایه‌تر میشه. چون خود بارتل توضیح میده که اصل این ماجرا بر اساس حرفای حدود 15 نفر بوده که به صورت جدی تو بحث شرکت میکردن. بعد یه چیزی حدود 15 نفر دیگه هم بودن که کم رنگ تر تو بحث اظهار نظر میکردن. یعنی نتیجه گیری های این مقاله بر اساس صحبت های کلن 30 نفر بوده. این از نظر آماری فاجعه ضعیفه. 30 نفر از طرفدارای یه بازی به شدت محدود و متنهاد بیشتر از 30 سال پیش با هم بحث میکردن، اون وقت مجموع حرفای اینا الان شده مرجع انواع اقسام مقاله و وبسایت ها و کتاب های مختلف که خیلی هاشون ادعا میکنن که این 4 تا کل انگیزه همه بازیکناست. این از جنون چیزی کم نداره. البته خود بارتل بدبخت هیچ وقت این نتیجه گیری رو نکرده که این انگیزه کل همه بازیکنهای دنیاست. ولی خب کدوم مقاله بهتری برای وبسایت میشه؟ این که بگن این مقاله دستبندی انگیزه کل بازیکنهای دنیاست، یا این که این دستبندی بازیکنهای یه بازیه که نسخه دومش همون سالی که سوپر ماریو یا اوریجینال منتشر شده بازی می شده. و تازه این مسخره ترین قسمت کل ماجرا هم نیست. مسخره ترین قسمتش اینه که از نظر فنی این نمودار یه جورایی درسته. آره درصد ترجیح یه بازیکن در مورد سرکله زدن با دنیای یه بازی یا بازیکنهای دیگر رو میشه روی نمودار نشون داد. به همچنین ترجیحشون در برخورد رقابتی یا رفاقتی کردن. مشکل اینجاست که خوب که چی حالا؟ منظورم اینه که هر خری میتونه 2 تا خط رو زمین بکشه و کل دنیا رو به 4 قسمت تقسیم کنه. خب که چی؟ این الان واقعا چه اطلاعاتی داره به من میده؟ این اظهار نظر الان به چه دردی میخوره؟ مثل اینکه من اعلام کنم همه چیز در دنیای هستی به 2 دست تقسیم میشوند. چیزهایی که اسمشان جعفری است و چیزهایی که اسمشان جعفری نیست. خب که چی الان؟ پنجره بازگرد و گفت یه وجب. این اطلاعات چه ارزشی دارن الان؟ متوجهم که این داره یه نقطه نظری رو مطرح میکنه که شاید تا به حال هیچ کس از این نقطه نظر به موضوع نگاه نکرده باشه، اما این دلیل نمیشه که نقطه نظر ارزشمنده یا حتی هیچ چیزی به این بحث اضافه میکنه. دلیل اصلی که من از این به اصطلاح تحقیق خوشم نمیاد اینه که به ما به عنوان طراحان بازی هیچ کمکی نمیکنه.
من هنوزم باید یه بازی طراحی کنم که بازیکناش بتونن یا با دنیای بازی یا با همدیگه تعامل داشته باشن. این که من اینو بدونم در این که چجوری انگیزه یه درگیری با بازی ایجاد کنم هیچ کمکی به من نمیکنه. و خب اینجوری ما برگشتیم سر جای اولمون. چی باعث میشه که یه بازیکن از یه تجربه لذت ببره؟ از بارتل که چیزی به درد بخوری در نمیاد. پس بیاید ببینیم آیا ما میتونیم بهتر از این فسیلا موضوع رو طبقه بندی کنیم یا نه. یعنی این ویدیو یه جورایی نه تنها مثال بد مثال خوبه، بلکه طبقه بندی بد طبقه بندی خوب هم هست. برو که رفتیم. این جانب فائز دبستانی متخلص به مستر بازی ساز، به جای 4 دسته انگیزه های بازیکن ها رو به 7 دسته تقسیم میکنم. این دسته بندی از نقطه نظر یه طراح مطرح خواهد شد، یعنی تمرکز اصلی این دسته ها روی گیم پلی یا شیوه اصلی درگیری با بازی خواهد بود. قاعدتا این میمنی نیست که بخش هنری، فنی، طراحی صدا و بقیه چیزها کم اهمیت هستند. فقط ما تمرکزمون رو طراحی گذاشتیم و اگه بخوایم در مورد همه اینا صحبت کنیم، هم صلاحیت اظهار نظر من ته میکشه، هم این ویدیو هیچ وقت ته نمیکشه. خب پس بریم که داشته باشیم 7 انگیزه بازیبازها از بازی کردن. چرا که نه، بیایید از همونی شروع کنیم که هممون از اول این ویدیو داشتیم بهش فکر میکردیم و همونطوری که گفته شد الان موده. یکی از بزرگترین انگیزه های بازیکنها از بازی کردن خودشون رو به چالش کشیدنه. بازیکنهای این دسته چالش دوست دارن چون غلبه کردن به چالش دوست دارن. یه جورایی کل اهالی اینور نمودار بارتل. اما چالش میتونه از هر نوعی باشه. چالش میتونه مهارت بازیکن در فشار دادن دکمه درست در لحظه درست باشه. ممکنه رقابت و چاشنی کار کنه و بازیکن‌ها رو وادار کنه که خودشون رو در مقایسه با همدیگه به چالش بکشن. ممکنه چالش بازی فکری باشه و قدرت استنتاج، تجسم، تیزبینی و یا حافظه بازیکن رو هدف قرار بده. ممکنه از جنس تصمیم‌گیری‌های سخت و یا مدیریت کردن یه سری چیزها باشه و یا ممکنه هر مدل دیگه‌ای از چالش باشه که الان من حضور ذهن ندارم. البته وقتی از چالش داشتن دم میزنیم باید تو ذهن خودمون یه مرز منطقی هم براش در نظر بگیریم. منظورم اینه که چالش زیادی سخت و یا زیادی ساده تجربه رو خراب میکنه. این مبحث مربوط میشه به یه مفهوم دیگه به اسم فلو استیت یا ناحیه ایدئال برای لذت بردن از بازی و خب مطالعه بیشتر تو ویدیوهای فلو. و همچنین از نظر فن طراحی بازی، بالانس کردن قدرت‌های مختلف، مجازات کردن اشتباهات به صورت معقول و متناسب و تست کردن بازی قبل از انتشار با استفاده از تسترهای متعدد، همه در پیاده سازی یه چالش جذاب و سرگرم کننده تأثیر خیلی مهمی دارن. خب حالا چرا اصلا به چالش کشیده شدن برای بازیکن انگیزه است؟ چون قاعدتاً اگه آدم برای انجام یه کاری زحمت بیشتری بکشه، از نتیجه اون کارم بیشتر لذت میبره. قبلاً در مورد مفهوم خودکارآمدی صحبت کردیم. راجع به این بود که غلبه بر چالش میتونه تو روحیه آدم خیلی تأثیر بسزایی بذاره و احساس توانا بودن با آدم بده. باز مطالعه بیشتر تو این یکی ویدیو. قاعدتاً مثال زدن برای این سبک از ایجاد انگیزه این روزا خیلی کار راحتیه. چرا من هی میگم این مدل انگیزه الان مده؟ قاعدتاً به خاطر میازاکی و بازیهای سولز لایک. البته بازیهای سخت از سبکای دیگه هم زیادن، مثل سلست، کاپهد، فیوری و هزار تا چیز دیگه. و قاعدتاً این مفهوم اصلا جدید نیست. خیلی از بازیها از روز ازل بازیکن‌ها رو به چالش میکشیدن، مثلا شطرنج. خب بس دیگه، چیز فهم شدیم. انگیزه بعدی قبل از اینکه چالش داشتن بازی آمد بشه، برای مدت‌های طولانی هیجان داشتن بازی آمد بود. بازیایی که از شدت هیجان آدمو می‌کشن نوک صندلی و یه کاری می‌کنن که چشم از صفحه بر نداریم. بازیایی که مغز بازیکن رو تو آدرنالین شناور می‌کنن. بازیای دسته هیجان راه‌های خیلی زیادی برای جذاب کردن تجربه بازیکن دارن. مثلا بازیای رقابتی و ورزشی و ماشینی و مبارزه‌ای، همه در سطوح مختلف برای آدمای مختلف این حس رو ایجاد می‌کنن. بازیای این دسته میتونن در عمل سخت باشن یا نباشن. اینا تا وقتی هیجان ایجاد کنن، انگیزه ایجاد میکنن و کندر بازیکن‌ها از پای بازی رو هم سخت‌تر میکنن. بعضی‌هاشون از صحنه‌های پر انرژی و پرسرعت معمولاً همراه با موزیک قهرمانان و صدای بلند استفاده میکنن. بعضی‌هاشون هم درست برعکس، تجربه‌های دلهره آور و ترسناک و شوکه کننده هستن، همراه با صداهای محیطی و موزیک‌های تو دل خالی کن. بعضی‌ها حتی ناگهان صدا و موسیقی را قطع می‌کنند تا بازیکن احساس ناامنی کنه و آرامش ازش گیره.
بله، بازی های تنش‌زا و ترسناک هم مال همین دسته هستن. بازی های سبک ثریلر و هارر. البته ایجاد تنش فقط از طریق ترسناک بودن میسر نمیشه. خیلی وقتا تنشی که یه بازی میتونه ایجاد کنه به خاطر اینه که بازیکن رو توی شرایطی قرار میده که خیلی چیزا برای از دست دادن داره و کوچیکترین اشتباهی ممکنه به قیمت همه پولا، روحا، امکانات، زمان و یا از بین رفتن کاراکترهای دیگه یه بازی تموم بشه. نسخه بازسازی اخیر بازی رزیدنت ایول 4 برای خیلی ها این حس رو دوباره زنده کرد. البته همونطوری که گفتم این گروه از بازی‌ها فقط شامل بازی‌های ترسناک نیستن. بازی‌هایی که صحنه‌های اکشن هالیوودی و خفن دارن مثل اسپایدرمن و آنچارتد ها هم معمولاً از همین انگیزه برای نگه داشتن بازیکن‌ها استفاده می‌کنن. به همچنین بازی‌های سبک سروایوول یا تنازع بقا معمولاً پر از خطرات مختلف هستن که بازیکن رو در یه حالت آسیب‌پذیر نگه می‌داره تا تنش و هیجان شرایط حفظ بشه. خلاصه یعنی یه بازیکن این حس رو تو ماینکرافت هم می‌تونه داشته باشه. بنیان پیشرفت در جوامع بشری حس کنجکاویه. کنجکاوی یکی از غریزه هایی که ما رو به حرکت در میاره و زندگیامونو بهتر میکنه. بیشتر ما یاد گرفتن دوست داریم. حداقل یاد گرفتن در مورد چیزایی که دوست داریم رو دوست داریم. به خود فهمیدن و درک کردن علاقه داریم. اگه درک کردن یه چیزی برامون سخت باشه ناراحت میشیم چون میخوایم که درکش کنیم ولی ازش عاجزیم. و همین حس کنجکاوی میتونه بازیکن‌های یه بازی رو هم به سمت جلو هل بده. ما می‌خوایم بدونیم آخرش چی میشه. می‌خوایم بدونیم پشت در بعدی چیه یا چرا فلان کاراکتر اونجوری رفتار کرد یا چه جوری میشه فلان کارو انجام داد یا دیگه چی برای دیدن تو این بازی وجود داره. اگه این یکی گزینه رو انتخاب کنیم چی میشه؟ این صدا از کجا میاد؟ اینجا چه اتفاقی افتاده؟ قاتل کیه؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ این بچه اینجا چیکار می‌کنه؟ تقریبا امکان نداره که بازیکنی که یه بازی رو برای بار اول تجربه میکنه نسبت بهش احساس کنجکاوی نکنه. طراحی دنیاهای باز و محیطهای ناآشنا و متفاوت برای ایجاد حس کنجکاوی بی‌نظیرن. قاعدتا بازیهایی که کشف کردن و گشت و گذار کردن یا به اصطلاح اکسپلوریشن توشون وجود داره دارن رو کنجکاوی بازیکن حساب باز میکنن. اما از همه واضح‌تر و بدیهی‌ترین راه برای ایجاد کنجکاوی در یه بازیکن داستان داشتن بازیه. تقریبا همه داستان‌ها بر محوریت کنجکاوی مخاطباشون حرکت می‌کنن و اگه یه داستان، اونم به خصوص داستان یه بازی، در یه مخاطب کنجکاوی ایجاد نکنه، احتمال زیاد اون مخاطب رو از دست میده. انشالله وقتی توی ویدیوی دیگه درباره داستان نوشتن برای بازی‌ها صحبت کنیم، در مورد اینکه چجوری حس کنجکاوی رو به وجود بیاریم و نگه داریم هم بیشتر صحبت می‌کنیم. ولی به طور کلی، یه بازیکن در مورد همه لایه‌های روایت یه داستان کنجکاوه. هم درباره اتفاقاتی که در طول روند بازی میافتن، هم درباره شیوه روایت اون اتفاقات، هم درباره تجربه شخصی خود بازیکن از روند بازی، هم درباره پیشینه و اتفاقات گذشته دنیای بازی. در همه این لایه‌ها یه بازی میتونه برای قلقلک کردن کنجکاوی بازیکن سوالات مختلفی تو ذهنشون ایجاد کنه. سوالاتی که فقط با ادامه دادن بازی جواباشون پیدا میشه. خیلی‌ها از جمله بعضی از دوستانی که جواب نظرسنجی منو دادن به پیچش داستانی داشتن یه داستان یا پلات تویست به عنوان پارامتر اصلی خوب بودن اون داستان اشاره میکنن. این به نظرم جالبه ولی فکر میکنم منطقی تر باشه که اینجوری بگیم. خیلی وقتا یه داستان خوب داستانیه که از اولش معلوم نیست آخرش چی میشه. چرا؟ چون اگه از اول آخر یه داستان تابلو باشه دیگه نه کنجکاوی برای مخاطب باقی میمونه نه هیجانی. فقط امیدوارم این ویدیو پیچش داستانی نداشته باشه. قلب من تحمل این همه هیجان رو نداره ها. همونطوری که میبینید خیلی از این انگیزه ها همسایه ی هم دیگه هستن. منظورم اینه که متفاوت بودن تجربه یه بازی خودش به خودی خود جذابه ولی خب با ایجاد کنجکاوی کردن مشترکات عمده زیادی داره. من خیلی دوست دارم یه چیز متفاوت رو تجربه کنم چون تا به حال مشابهش رو ندیدم و کنجکاوم که ببینم چیه. با این حال اگه بخوایم اینجوری حساب کنیم کنجکاوی تو هیچ انگیزه کاملا غایب نیست. این مرحله سخته و من کنجکاوم که ببینم میتونم انجامش بدم یا نه. اینجا ترسناکه و من کنجکاوم که ببینم این هیولا چه بلایی سر من میاره. با این حال رابطه اینا با هم یک به یک نیست. منظورم اینه که هر چیزی که متفاوته ایجاد کنجکاوی نمیکنه، حداقل نه برای طولانی مدت. و هر چیزی که کنجکاوی ایجاد میکنه الزاماً متفاوت نیست. و متفاوت و منحصر به فرد بودن شاید انگیزه ای باشه که بیشتر از بقیه برای خود من ارزشمنده.
چون یه کار خلاقانه کردن واقعا سخت‌تر از تکرار کردن یه فرمول موفقه. بس دیگه، به اندازه کافی کاور شوتر دیدیم، به اندازه کافی فوتبال و ماشین سواری دیدیم، به اندازه کافی پلتفرمر بیمایه دیدیم. بس. اینکه یه داستان جدید به یه مکانیک تکراری اضافه کنیم کافی نیست. خوب از متفاوت بودن بازی به عنوان یه رسانه استفاده کنیم و یه تجربه‌ای بسازیم که از رسانه‌های دیگه بر نمیاد. از یه نقطه نظری نگاه کنیم که تا به حال نگاه نکردیم. از یه فناوری استفاده کنیم که خیلی کمتر ازش استفاده شده. چطور مثلا قدرت نوشتن داستان بازی دست بازیکن باشه؟ چطور پلک زدن زمان رو به جلو حرکت بده؟ چطور پیدا کردنی اصلی بازی دفترچه راهنمای خود بازی باشه؟ چطور معمای یه قتل رو فقط با دیدن لحظه مرگ قربانی حل کنیم؟ چطور قوانین دنیای بازی رو ما کنترل کنیم؟ چطور به جای کشتن دشمنا باشون دوست بشیم؟ چطور یه تجربه عمیق و فلسفی داشته باشیم که ما رو وادار کنه درباره ماهیت و مفهوم انسانیت فکر کنیم در حالی که مجبوریم تصمیمات خیلی سخت و تلخ بگیریم؟ یا چطور کانتر ولی تیم مقابل دایناسورن؟ اونم میشه، اونم یه جورشه بالاخره. یه تجربه جدید همیشه شانس اینو داره که تبدیل به یه تجربه فوق‌العاده بشه. هم ساختن یه چیز جدید از نظر من ارزشه، هم تجربه کردنش. بابا دنیا دو روزه، زندگی عادی به اندازه کافی تکراری هست. بیاید چند تا کار جدید بکنیم و خودمون رو تو موقعیت‌های عجیب و غریب و متفاوت قرار بدیم. چرا که نه؟ به امتحان کردنش می‌ارزه. انگیزه قبلی درباره خلاقیت طراح و سازنده بازی‌ها بود، این یکی درباره خلاقیت خود بازیکناست. خیلی از بازی‌ها اجازه میدن که بازیکنشون خلاق باشه. قاعدتاً بازی‌های نقاشی یا چیزایی که توشون ساختن مکانیک اصلی بازیه واضح‌ترین مثال این مدل درگیری با بازی هستن. ولی این مدل انگیزه به هیچ وجه محدود به این بازی‌ها نیست. آره، قاعدتاً ماینکرافت و فورتنایت در این زمینه خیلی شناخته شده و بارز هستن. خیلی از مخاطبای این بازی‌ها از توانایی خلاقیت داشتن تو این بازی‌ها لذت می‌برن. شاید من و شما درک نکنیم، ولی وقتی یه بنده خدای کل شهر میناس تیریتو توی ماینکرافت درست میکنه، یعنی قاعدتا داشته از تجربه خودش لذت میبرده دیگه. اما برای بازی‌ها راه‌های خیلی متفاوتی وجود داره که خلاقیت بازیکناشون رو به چالش بکشن. یکی دیگه از راحت‌ترین راه‌ها اینه که یه مشکلی پیش پای بازیکن گذاشته بشه که یه راه حل مشخص و واضح نداره. بازی‌های سبک ایمرسیو سیم معروفن به این که برای حل هر مشکل راه مستقیم خاصی به بازیکن نمیدن، ولی همیشه چندین راه غیر مستقیم برای بازیکن وجود داره. این بازی‌ها بعضن خلاقیت بازیکن رو به چالش می‌کشن. صرف این آزادی عمل خیلی وقتا باعث میشه که بازیکن خیلی راحت‌تر خودش رو جای کاراکتری که کنترل می‌کنه بذاره. بازی‌های مثل دیسانرد یا دیوس اکس معروف‌ترین مثال‌های سبک ایمرسیو سیم هستن. ولی حتی زلداهای جدید هم از نظر آزادی عمل دادن به بازیکن برای خلاقیت مثال‌های خیلی خوبی هستن. قدرت خلاقیت دادن به بازیکن خیلی وقتا یعنی آزاد کردن بازیکن و مجاز کردن چیزای بیشتری که اجازه میدن از تجربه بازی لذت ببره. بازیایی که یه سری ابزار به بازیکن میدن و اجازه میدن که هر جوری که خواست از این ابزارها استفاده کنه و مشکلاتش رو حل کنه، یه سری از جذاب ترین راههای سرگرم کردن و نگه داشتن بازیکن‌ها هستن. بازی دانجنز اند دراگونز یا D&D که یه بازی معمولاً حضوری و رومیزیه، نقطه قوت اصلیش همینه که با اینکه محدودیت‌هایی تعیین می‌کنه، ولی دست بازیکن و بازیگردان رو به شدت باز می‌ذاره که با کمک همدیگه یه تجربه منحصر به فرد و خلاقانه طراحی کنن. اون وقت بعضی از بازی‌ها حتی یه قدم از این هم فراتر می‌ذارن و اجازه میدن خود بازیکن‌ها بازی رو ماد کنن و تجربه‌های خاص خودشون رو بسازن. دوتا وجود خارجی داره، چون اون زمان بلیزارد اجازه میداد مردم وارکرافت 3 رو ماد کنن و برای خودشون بازی بسازن. تیم فورترس 2 به مردم اجازه میده گیم مود خودشون رو طراحی کنن و به بازیشون اضافه کنن. گریز ماد تقریبا محتوایی بجز چیزی که مردم برای همدیگه درست کردن نداره اصلا. اسکیپ سیمیولیتور چند اتاق فرار از خودش داره، ولی نکته اصلیش بی‌نهایت اتاق فراریه که مردم برای همدیگه به صورت رایگان ساختن و جوان‌ترهای جمع هم احتمالاً با همین مفهوم در روبلاکس آشنایی دارن. یه دست از بازی‌ها هم به ما اجازه میدن یه کارهایی رو انجام بدیم که خارج از بازی‌ها نمیتونیم و یا کلاً غیر ممکنن. مثلا به ما اجازه میدن خودمون رو بذاریم جای کسی یا چیزی. کی دلش نمیخواد بتمن باشه؟ کی دلش نمیخواد اسپایدرمن باشه؟ کی دلش نمیخواد کریتوس باشه؟ کی دلش نمیخواد قاز باشه؟ به طور کلی وقتی یه مخاطب از طریق یه بازی یا رسانه قدرت این رو داره
که یه تجربه ای رو احساس کنه که خارج از اون محیط نمیتونسته احساس کنه، به این میگن empowerment یا تواناسازی. وقتی یه بازیکن میتونه از طریق یه بازی به آرزوهای خودش برسه، به این میگن wish fulfillment. و وقتی یه بازی هدفش اینه که آرزوی خفن بودن و پرقدرت بودن بازیکن‌ها رو به حقیقت بپیوندونه، به این میگن power trip. مثل God of War و Devil May Cry و بازی‌های این سبکی کلاً. همونطوری که گفته شد، دامنه این مدل انگیزه به خفن بودن و ترکوندن محدود نمیشه. تواناسازی تو خیلی از بازی‌ها به این معنیه که یا بازیکن رو به یه فانتزی خیلی خاص برسونن، یا حداقل یه خارشی که ته وجودش هست رو بخارونن. بیشتر کسایی که سیمز بازی کردن، یکی از اولین کارهایی که کردن این بوده که یا خانواده خودشون رو تو بازی درست کردن، یا یه خانواده‌ای که خودشون دوست داشتن داشته باشن. اون وقت بعدش یه کاری کردن که انواع اقسام چیزایی که میخواستن برای اون خانواده اتفاق بیفته. مثالای خیلی زیادی برای ویش فوفیلمنت وجود داره. دوست داری خلبان بشی؟ مایکروسافت فلایت سیمیلیتور. دوست داری راننده کامیون بشی؟ یورو تراک سیمیلیتور. دوست داری به راحتی پیشرفت کنی و دستاورد داشته باشی؟ بازی‌های سبک کلیکر و آیدل گیم در خدمت شما هستن. وسواس داری و می‌خوای با بالاترین راندمان ممکنه یه کار رو انجام بدی؟ بازی‌های سبک خودکارسازی یا اتوماسیون برای شما ساخته شدن. دوست داری یه 2 دقیقه ریلکس کنی و از قیل و قال دنیا آسوده باشی؟ بازی‌های مثل اشورت هایی همیشه در دسترس هستن. دوست داری مردم آزاری کنی؟ اد نکن پدر سگ، مگه مردم مسخره تو هن؟ ده؟ یک پیام از ریچارد شیردل. ما همه تحت تاثیر پیروزی تو قرار گرفتیم. همونطوری که دیدید خیلی از انگیزه ها همسایه هم هستن، اما بعضی های دیگه شون هم درست برعکس هم دیگن. کنجکاوی و متفاوت بودن خیلی خوبن، ولی بعضی وقتا هم آدم دلش میخواد یه چیزی بازی کنه که 1300 بار دیگه هم قبلا بازی کرده. بزرگترین دلیلی که من هر سال یه زمان غیر قابل قبولی رو تو بازی‌های مدیوال 2، سیویلیزیشن 5 و استرانگهولد 2 میذارم و نزنیدا، یکی از دلایلی که ساختن این ویدیوها خیلی وقت 1000 سال طول میکشه، این مدل از انگیزه است و این بازی ها هستن که من خروارها باهاشون خاطره دارم. آره میدونم، خود من داشتم همین الان بهتون میگفتم که تجربه های جدید چقدر ارزشمندن و دنیا 2 روزه و چیزهای مختلف باید دید و از این حرفا. و حالا خودم هم دارم اعتراف میکنم که تجربه های تکراری جای خودشونو دارن. در درجه اول من به این رفتارم افتخار نمیکنم، و در درجه دوم آدما پیچیدن دیگه. یعنی واقعا شماها به خصوص اونم بعد از یه روز سخت، دلتون برای بازی‌های دوران جوانیتون تنگ نمیشه؟ نمیخواید یه چند تا سرباز کماندار عرب درست کنید؟ صرف این که ما یه بازی رو قبلا تجربه کردیم و دوست داشتیم، خیلی وقتا خودش انگیزه میشه که یه بار دیگه هم تجربهش کنیم. اما کاش این دسته از انگیزه ها به همینجا محدود میشدن. خیلی از بازی‌های جدید هم با همین منطق تجربه و دوست داشته میشن. بزرگترین دلیل فروش بازی‌های سریالی اینه که قبلاً یه نسخه یا نسخه‌های دیگه‌ای داشتن که برای ملت جذاب بوده. امثال Assassin's Creed و Call of Duty هنوز دارن مثل چی میفروشن، در حالی که خیلی سال یه بازی به درد بخورم ندادن. کلاً آشنا بودن با هر چیز باعث میشه که ما علاقه داشته باشیم که بیشتر باهاش سر و کله بزنیم. تازه لازم نیست ما با کل اون چیز هم آشنا باشیم. فقط یه عنصر آشنا هم خیلی وقتا کارسازه. اون عنصر آشنا میتونه شرکت سازنده بازی، میتونه یکی از سازنده های اون بازی، میتونه یه بازیگر معروف توی بازی، یا میتونه شخصیت اصلی اون بازی باشه. خیلی از ماها با بازی هری پاتر خاطره داریم به خاطر اینکه هری پاتره دیگه. دیگه چی میخوای؟ حالا خود بازی چیز خاصی برای گفتن نداره، خیلی مهم نی. با این حال من کماکان به شدت توصیه میکنم که صرفاً شناختن یه عنصر تو یا درباره یه بازی تنها دلیل شما برای تجربه کردن اون بازی نباشه. منظور منو اشتباه متوجه نشید. یه بازی مثل اسپایدرمن جدید خوبه چون انگیزه های دیگه ای هم برای بازیکن ایجاد میکنه. زلدای جدید خوبه چون یه خروار چیز جدید اضافه میکنه. ولی مثلا گالم 2000 نمیارزید چون فقط روی شناخته شدن حساب میکرد و خودش بازی خوبی نبود. خب اینم از 7 انگیزه بازی ها از نظر من. حالا بیایید بریم سر فصل بعد و در مورد استفاده از این انگیزه ها صحبت کنیم. پلات تویست! اینا همه ای انگیزه های ممکن برای بازی کردن نیستن. بازی های وجود دارن که هنوز انگیزه های دیگه به بازیکناشون میدن. هنوز یه دستبندی کلیه دیگه از انگیزه ها تو آستین من جا مونده و الان بهتون میگم اون چیه. ولی قبل از اون مهمه که بدونید که کاملا ممکنه بازم من یه چیزایی رو از قلم انداخته باشم. من ادعا نمی کنم که همیشه حواسم به همه چیز هست. به طور میانگین من هر 10 ثانیه یه بار حواسم به یه چیز جدید پرت میشه. و البته اینم یکی دیگه از دلایلیه که ساختن این ویدیوها به اندازه یه عصر یخبندان طول میکشه. راستی یخبندان.
خیلی وقت بستنی نخوردم. نه تمرکز کن، ملت منتظرن. اوکی، برای راستی آزمایی این دسته‌بندی ها من این انگیزه ها رو با 100 تا از محبوب ترین بازی های وبسایت متاکریتیک چک کردم و همه اون بازی ها حداقل یکی از این انگیزه ها رو به بازیکناشون میدن. با این حال ممکنه شما انگیزه دیگه ای پیدا کنید و احساس کنید که من دارم یه چیزایی رو از قلم میندازم. اگه این تجربه و احساس شماست، من صمیمانه و از ته قلب برام هیچ اهمیتی نداره. دسته هشتم. بله، یکی از انگیزهای بازی کردن خیلی وقتا مربوط به یه چیز ماورای خود بازی میشه. چجوری؟ مثل کسایی که بازی میکنن صرفا برای اینکه با رفقاشون دور هم باشن. برای اینا بازی یه بهانه برای دور هم بودنه. یا کسایی که یه چیز آموزشی بازی میکنن، مثل بازیهای آموزش تایپ یا آموزش ریاضی و فیزیک و زبان و هزار مدل از اینجور چیزا. بعضیا بازی میکنن تا یه سری از مهارتهای فیزیکیشون رو تقویت کنن. همونطوری که میدونید بازی کردن میتونه در بالا بردن سرعت واکنش، افزایش میزان دقت، تقویت حافظه و خلاصه هم با اقسام مهارت های فیزیکی دیگه موثر باشه. و یه مثال دیگه یه کسایی هستن که بازی براشون منبع درآمده. اینا هم قاعدتا یه انگیزه متفاوت دارن. به همچنین بازی ها از یه حدی که محبوب تر بشن کامیونیتی یا جامعه خودشون رو میسازن. اینا کسایی هستن که از این بازی یا از این مدل تجربه بازی لذت بردن و میخوان با بقیه در موردش صحبت کنن، مثل فروم‌های طرفدارای بازی‌های سولز لایک یا طرفدارای آندرتیل که براش هزار و یک جور داستان از خودشون در میارن، یا حتی طرفدارای بازی‌هایی که هنوز منتشر نشدن. شمعی روشن کنیم به امید اینکه سیلک سانگ دیگه 2024 بیاد دیگه. خلاصه برای خیلی‌ها شرکت کردن در این مدل از اجتماعات و جامعه‌های طرفداری خودش نکته مثبت و انگیزه است. خلاصه اینکه یه سری انگیزه‌ها هستن که بازی براشون وسیله است و هدف از بازی کردن رسیدن به یه چیز دیگه ایه. ما به عنوان طراحی بازی همیشه میتونیم یه بازی طراحی کنیم که یه هدفی ماورای خود بازی هم داشته باشه. البته کنترل خاصی رو بعضی از این زمینه‌ها مثل فندوم ایجاد کردن نداریم، ولی در بعضی از زمینه‌های دیگه مثل چند نفره بودن بازی یا آموزشی بودن بازی، چرا خیلی هم مستقیم کنترل روشون داریم و ارزش اینو داره که از خودمون بپرسیم که آیا می‌خوایم که این کارو بکنیم یا نه. چیزایی که نام برده شد صرفاً انگیزه هستن، یعنی بهانه برای لذت بردن از یه بازی یا تجربه. بازیکن‌ها میتونن به خاطر یکی یا احتمالاً یه ترکیبی از اینا از تجربه یه بازی لذت ببرن. به همچنین همونطور که تاکید کردیم انگیزه برای هر کسی یه مقوله شخصیه. احتمالاً بر هر کسی بعضی از این انگیزه ها اهمیت بیشتری دارن و بعضی ها کم اهمیت تر و یا کلاً بی اهمیتن. به همچنین نه تنها ممکنه بلکه به احتمال زیاد یه بازیکن بازی‌های مختلف رو با انگیزه‌های مختلف تجربه می‌کنه. با این حال از نظر آماری قاعدتاً یه سری از انگیزه‌ها در برهه‌های مختلف از بقیه محبوب‌تر میشن، یا به عبارت دیگه بعضی وقتا یه انگیزه مد میشه و یه انگیزه دیگه از مد میفته. اما نمیتونیم ادعا کنیم که به صورت کلی و بدون نام بردن هیچ مثال خاصی یکی از این انگیزه‌ها برای همه بازیکن‌ها از بقیه مهم‌تره. تا جایی که من مشاهده کردم بیشتر بازی‌بازها نسبت به تجربیات مختلف ذهن باز دارن و درک میکنن که هدف همه بازی ها یه چیز نیست. قاعدتاً یه بازیکن کانتر استرایک انتظار همون مدل درگیری با بازی رو از یه بازی مثل بابا ایز یو نداره. از نقطه نظر یه بازیکن سوال اصلی اینه که آیا میتونه انگیزه یه بازی که الان داره تجربه میکنه رو به درستی درک کنه تا به زبون خودمون فاز ماجرا رو بگیره یا نه. از نقطه نظر یه طراح اما سوال اصلی هنوز باقیه که چه کار کنیم که تعداد بیشتری از مخاطبا انگیزه برای تجربه کردن بازی ما داشته باشن. و خب با توجه به چیزایی که یاد گرفتیم، بهترین حرکت برای جذب کردن مخاطبهای بیشتر اینه که تا جایی که میتونیم بهشون بهانه برای بازی کردن بدیم. منظورم اینه که تمرکز کردن روی یکی از این انگیزه‌ها خیلی هم خوبه، ولی اگه هدف وسیع‌تر کردن دامنه و تعداد مخاطب‌هاست، هرچی انگیزه‌های بیشتری برای درگیری با بازی وجود داشته باشه، بازی شما در این زمینه موفق تر خواهد بود. و قاعدتاً برعکسش هم صادقه، یعنی هرچقدر انگیزه کمتری به بازیکن‌ها بدیم، جامعه مخاطب محدودتری هم خواهیم داشت. قاعدتاً بازیکن‌های مختلف یک بازی هم میتونن انگیزه‌های متفاوتی از تجربه همون بازی داشته باشن. مثلا یه بازی داستانی داریم که اجزای ترسناک هم داره. حالا این بازی داره هم از طریق ایجاد هیجان بازیکن جذب می‌کنه، هم از طریق داستانش. یه بازی دیگه داریم که یه اسکیپ روم آنلاینه.
این الان داره هم از طریق چالش ایجاد کردن بازیکن‌ها رو درگیر میکنه، هم این بازی رو تبدیل به یه بهانه کرده برای دور هم بودن با رفقا. طراحای یه بازی تمام تلاششون رو میکنن که با تنوع بالا انگیزه به بازیکنشون بدن. اون وقت خود بازیکنان که تصمیم میگیرن کدوم انگیزه براشون جذابتره و از طریق اون میتونن با بازی ارتباط بیشتری برقرار کنن. نوبتی هم باشه، نوبت مثال خوبه. بیایید انگیزه هایی که پورتال 2 به بازیکناش میده رو در نظر بگیریم. 1. پازل های چالش برانگیز داره. 2. سکانس های هیجان انگیز داره. 3. سکانس های داستانی و خنده دار خیلی باحال داره. 4. یه مکانیک منحصر به فرد و متفاوت داره. 5. این قابلیت رو به بازیکن‌ها میده که پازل خودشون رو طراحی کنن و در دسترسی دیگران قرار بدن. 6. توانسازی هم داره. کی دلش نمیخواد یه پورتال گان داشته باشه؟ 7. شناخته شده بودن و محبوب بودن پورتال 1 و ولف به عنوان یک برند. و در نهایت 8. مالتی پلیئر داشتن و امکان تجربه بخشی از بازی با یه نفر دیگه. یعنی این بازی 8 از 8 همه انگیزه‌ای که ما معرفی کردیم رو داره. خب الان برای کسی واقعا جای تعجب باقی مونده که پورتال 2 یکی از محبوب ترین بازی‌های دنیاست؟ برای خودتون این تمرین رو تکرار کنید. بازی‌های مورد علاقه شما چند تا از این انگیزه‌ها رو به بازیکنشون میدن؟ و اگه یه بازی پیدا کردید که هر 8 تا این انگیزه‌ها رو داره، به ما هم تو کامنت‌ها بگید تا ما هم فیض ببریم. خب خسته نباشید. امیدوارم که این مدل نگاه به ایجاد انگیزه کردن برای بازیکن به اندازه من برای شما هم آموزنده و مفید بوده باشه. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردید. احساس میکنم عذرخواهی کردن از طول کشیدن این ویدیو به این معنی خواهد بود که من تلاش میکنم که دفعه بعد سریعتر ویدیو بدم و خب دیگه فایده ای نداره، چون من خودم هم دیگه این حرفو باور نمیکنم، چه برسه به شما. قبل اینکه بریم یه سری چیزای دیگه هست که اگه خواستید میتونید از من تماشا کنید. از دوره طراحی بازی مدرسه اینورس که من برگزار کردم یه جلسه ویژه ضبط شده برای یوتیوب که به صورت رایگان در اختیار همه است. اگه علاقه دارید لینکشو میتونید زیر این ویدیو پیدا کنید. به همچنین من در پادکست بازی تابه به همراه تعدادی از دوستان حضور دارم و البته ممکنه من جای دیگه هم دیده باشید و در آینده باز هم ببینید، کس چه میدونه. اون چیزی که از ویدیو قبلی جا مونده بود و می‌خواستیم در موردش صحبت کنیم کماکان محفوظه، ولی یه جورایی احساس کردم احتیاج داریم قبل اینکه به اون برسیم در مورد این بعد صحبت کنیم. خب خسته نباشید، دم شما گرم. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.